نماینده شورای فدرال اتریش در نامه خود خطاب به بلومبرگ شهردار نیویورک نوشت: در یک سال گذشته شهرهای ایران صحنه قیام میلیون‌ها ایرانی بود که به جهانیان اعلام کردند دیکتاتوری مذهبی را در تمامیت آن نفی می‌کنند و خواستار دموکراسی و آزادی هستند. دستگیری‌های گسترده، شکنجه، تجاوز، اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی تحت نام محارب پاسخ رژیم به این اعتراضات بوده است. همزمان رژیم ملایان توطئه علیه 3400 مخالف ایرانی مستقر در اشرف را که همگی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو هستند تشدید کرده است. شماری از اعضای خانواده های این مخالفان در داخل ایران دستگیر و به اعدام محکوم شدند، از جمله جعفر کاظمی، محمد علی آقایی و جواد لاری که وزیر خارجه آمریکا خانم کلینتون در اطلاعیه خود خواستار لغو احکام اعدام آنان شده است. در این حال این رژیم با اصرار بر دستیابی به سلاح اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی به کشورهای منطقه یک بحران جدی منطقه‌ای و بین المللی ایجاد کرده است. اشتفان زانگرل نماینده شورای فدرال اتریش در نامه خود به شهردار نیویورک افسود: پذیرفتن رئیس جمهور چنین رژیمی در مجمع عمومی ملل متحد غیر قابل قبول است. او باید به عنوان مسئول بسیاری از جنایات تکاندهنده علیه مردم ایران در دادگاه بین المللی محاکمه شود. نماینده شورای فدرال اتریش در ادامه پیام خود نوشته است: اجازه بدهید از شما بخواهیم که به نشانه همبستگی با مردم ایران مخالفت خود را با سفر احمدی نژاد به نیویورک به قوی ترین شکل ممکن اعلام کنید و ترتیباتی را اتخاذ کنید تا از هر گونه ارائه امکانات به احمدی نژاد و هیئت همراهش در نیویورک خودداری شود.